انواع خطوط در نرم افزار اتوکد چندین نوع خطوط داریم. همینطور که در قبل هم خدمت شما گفتم، لاین ترسیم پاره خط، پولی لاین ترسیم خط یک پارچه با تعداد اضلاع نامشخص، کمان هم داریم، یک نوع خط است که در حقیقت تکه ای از یک دایره محسوب میشه. و اما خطهای دیگه که خدمت شما میخوام آموزش رو بدن زیر مجموعه دراو، اول پین رو من فعال میکنم و این خط ها دو تا کنار هم هستن که هر دو اسپلاین خطوط منحنی آزاد که هیچ دقتی هم ندارن. اسپلاین ها برای خطوط منحنی مثل استخر اگر بخوام بکشیم، استخرهای کاملا فانتزی، اگر بخوام دریاچه، رودخانه و یا خطوط کلا بی‌نظم بکشیم از اینها استفاده میشه. البته هر کدام رو که انتخاب کنم هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ چون اون یک ابزار در دلمون صدا زده میشه. و بعد هم میام سراغ خطوط بعدی. من ابتداعا اسپلاین رو انتخاب میکنم که گزینه فیت هم داره. SPL کلید میانبرش هست. SPL کلید میانبر. اینجام توی نوار میاره برای ما. وقتی که انتخاب کردم اولین گزینه که فعال میشه Specify First Point. نقطه اول رو مشخص کنم. به محض اینکه نقطه اول و بعدم نقطه دوم نقاط بعدی رو مشخص کنم، یک خط منحنی برای من به این شکل که میبینید ترسیم میکنه و شما میتونید اون رو داشته باشید. اگر بخوایم بیایم و کلوز کنیم، از این گزینه که میتونیم حرف C رو هم تایپ کنیم استفاده میکنیم، میبنده و از دستور خارج میشه. این حالت ابتدایی بود. حالا اگر روی یک اسپلاین کلیک بشه، فلشی فعال میشه. با کلیک روی این فلش ما حالت فیت رو میبینیم و حالت کنترل ورتکس. حالت فیت به این معناست که خط من از همون کلیک هایی که کردم عبور میکنه، ولی حالت کنترل ورتکس باعث میشه یک سری لنگر یا کنترل کننده های فعال بشه که با جابجا کردن این کنترل ها میتونیم مقدار خمش رو تغییر بدیم. همطور که میبینید به این شکل عمل میکنه. در ضمن حالت کنترلر در حقیقت همین ابزار دوم است. CV همون کنترل ورتکس است که اینجا شما میبینید اون رو. پس فرق نمیکنه کدامی که از این دو ابزار رو انتخاب کنیم، این فلش باعث تبدیل و تغییر این قابلیت میشه که میتونیم کارو انجام بدیم. ابزار اسپلاین یک سری خاصیت دیگه هم داره که اگر من اومدم روی اسپلاینی دکمه سمت راست رو زدم، میتونیم یک سری تغییرات رو داشته باشیم که اینجا هستش. میتونیم حتی اون رو باز تغییر بدیم، حتی اضافه کنیم ورتکس. ببین من دیسپلی فیت پوینت رو میزنم، به این شکل هر دو رو با هم نشون میده و میتونید تغییرات رو داشته باشید. باز دوباره من کلیک میکنم، کلیک راست، باز میام اینجا اد فیت پوینت رو میزنم، مثلا نقطه خاصی اینجا اضافه میکنم یا هر جایی که نیاز داشتید میتونید اضافه کنید اگر نیاز باشه. باز خارج میشم من، دوباره کلیک راست میکنم، البته انتخاب و بعد کلیک راست. گزینه های دیگه هستش که اینجا میتونید داشته باشین یا تریدی هستش که حالا کار باش نمیکنیم. کانورت تو پولی لاین یک نکته بسیار مهم هست. به محض اینکه من انتخاب کردم، یک درصد خطایی بهش میدم و بالا درصد پیشورز اون رو اینتر میکنم. وقتی که کلیک بشه لنگرهای بسیار زیادی برای من میذاره. حالا این عدد 10 باعث این تعداد شد. کنترل زد میزنم، حالت اسپلاین عادی فعال، کلیک راست، اسپلاین و باز مجددا کانورت پولی لاین رو میزنم. عدد 10 رو 2 در نظر میگیرم. وقتی که اینتر کردم شما میبینید که دقت چه مقداری میشه. تعداد گریپس های طول مسیر رو میتونه کمتر کنه. خب هر چقدر بیشتر دقت بالاتر و خط ما نرمتر میشه. به هر کدوم از این نقاط آبی گریپ یا گریپس گفته میشه. این برای تبدیل هست و زمانی کارایی داری که مثلا اگر بخوام روی این مسیر شی رو تکثیر کنم یا توی تنظیمات ابزارهای خاصی از ما اسپلاین رو نمیخواد و به جای اون ما باید حتما پولی لاین داشته باشیم که اینجا این تبدیل رو میتونید داشته باشید. امکان جالب دیگه ای که اینجا در اختیار ما هست این است که ما پولی لاین رو هم میتونیم به اسپلاین تبدیل کنیم. من پولی لاین رو این قسمت ترسیم میکنم. ببینید خطوط کاملا شکسته و بی‌نظم ترسیم میکنم و اون رو میبندم خارج میشم. این یک پولیلاین یک پارچه است. از کجا متوجه میشیم؟ از گریپس هایی که به این شکل در اختیار ما میذاره. مثلا میتونیم کمان بذاریم و این مشخصه که یک نوع پولیلاین هست. حالا اگر خواستیم این رو تبدیل کنیم، باز
دگمه سمت راست پولیلاین، اینجا زیر مجموعه مختلف داریم، یکی از اونها کرفیت هست، یکش هم اسپیلاین فیت هست. در حقیقت همون گزینه هایی که اینجا ما داریم به این شکل داریم. من کرف رو انتخاب میکنم، ببینید به این شکل ترسیم میکنه. خب کنترل زد میزنم، دوباره کلیک راست انتخاب و بعد هم گزینه اسپلاین فیت رو انتخاب میکنم. ببینید یک مقدار متفاوت شد. زمانی که اسپلاین فیت در نظر گرفته میشه در محدوده حریم این چهار ضلعی سعی میکنیم رو ترسیم کنه. کنترل زد میزنم، حالا یک بار دیگه با بالایی همین کار میکنیم تا بهتر درک کنیم که کرف فیت چه فرقی میکنه. وقتی که کلیک بشه ببینید از نقاط بیرون میفته ولی اون داخل محدوده نقاط قرار میگیره و این نتیجه ای است که شما میگیرید از این قضیه. با گزینه دیکرو هم داره که از حالت منحنی اون رو خارج کنه اگر بخش منحنی داشته باشه و یک نوع حالات غیر فعال کردن کمان هست که اینجا شما نتیجه رو دیدید. خب این از این دو نوع خطی که باهاش آشنا شدیم. کار دیگه ای که اینجا میشه کرد و ما اون رو داریم این هستش که من این رو ترسیم میکنم کلیک، خب این رو اینتر میکنم که تایید بشه، باز دوباره انتخاب میکنم، یکی دیگه ترسیم میکنم، این دو همینطور که میبینید از هم فاصله داره. ما ابزاری برای ویرایش این قضیه داریم، میریم سراغ زیر مجموعه مودیفای. خب از گزینه هایی که اینجا هستن یکی میتونه بیاد و گزینه ریورس باشه. اولا ریورس رو فرا بگیریم و بعد بریم سراغ اتصالشون. ریورس، اگر موضوعی رو من ریورس کردم و اینتر زدم توی ظاهر من چیزی متوجه نمیشم ولی در حقیقت میاد شروع و پایان رو تغییر میده. مگر اینجا کلیک کردم ریورس میاد برای من، ببینید فلش اینجا قرار میگیره. این یادون باشه که اینجا استفاده میشه. اما کاربردش چی هست؟ حالا برای ما چه فرقی میکنه؟ زمانی هست مثلا توی سه بودی من میخوام بیام یه شعی رو روی مسیری روش بدم، ابتدای اون رو در نظر میگیره. حالا ما میتونیم جای ابتدا انتها رو اینجا تغییر بدیم و اینجا هم که خب گزینه ها کاملا مشخصه. در ضمن اگر ما موس رو نگه داشتیم روی یکی از حالا این گریپ هایی که مربوط به این نرم افزار هست، ببینید استرچ فیت رو ببینید این جا به جایی میکنه. بعدی اد فیت پوینت هست که ما میتونیم در طول مسیر یکی اضافه کنیم. حالا اونجا قبلا هم این رو توی راست کلیک داریم. البته ریموف که خب پاک میکنه. تانج دایرکشن یک نوع حالت خمش در طول کل به وجود میاره با این اهرامی که فعال میکنه و کاری که میشه کرد اینجا. و اما زیر مجموعه فیلت و چمفر گزینه به اسم بلند کرو داریم. بلند کرو کارش اینه که من کلیک میکنم روی این موضوع و بعد هم این موضوع، میاد برای من بین اونها یک اسپیلاین رسم میکنه و این نتیجه هستش که ما میگیریم. یک بار دیگه روی این یکی انجام میدم که ببینید اون رو، بلند کرو انتخاب و انتخاب بعدی، ببینید خیلی جالب برای ما میاد منحنی رسم میکنه که در امتداد حرکت باشه و اون رو به این شکل ایجاد میکنه. جهت ویرایش خطوط اسپیلاین ما روش ها مختلفی داریم. یکی از روش ها همون راست کلیکی است که اینجا خدمت شما گفتن، مایتماش اینجا وجود داره. یکی از روش های دیگه این که روی اسپیلاین دو بار کلیک کنیم تا تنظیماتی که توی راست کلیک بود جوین الحاق کردن به همدیگه اینا رو بچسبونیم. فیت دیتا خب از اونجا که میخوام بکنه، ادیت ورتکس ویرایش کردن هر کدوم از این لنگرهایی که در طول مسیره، کانورت پولیلاین همون تبدیل بود، ریورس معکوس کردن که از این سمت باشه یا از اون سمت باشه، آندو و اکسیدم که خب مشخص. یکی از راه های دیگه این هستش که من توی زیر مجموعه مودیفای گزینه ادیت اسپیلاین رو انتخاب کنم که خب اینجا هیچ فرق نمیکنه، کافی فقط سلکت کنم من مثلا این رو و وقتی که سلکت کردم اینجا تنظیمات برای من فعال میشه که هیچ فرق بینشون نیست. مثلا ادیت ورتکس رو انتخاب میکنم، ببینید اد اضافه کردن هست، من اد میزنم اینجا یه نقطه اضافه کنه که این کار رو انجام میده برای ما. اینتر میزنم، دلیت برای حذف کردن، جابجا کردن، ضخامت و همه این گزینه ها خلاصه در اختیار ما هست که هر کدومی که نیاز داشتید میتونید روی اون اعمال کنید. یا مثلا برای پیوند دادن اینها به هم دیگه از دستور جوین هم میتونم استفاده کنم. تا اینتر کردم همه رو انتخاب میکنم و اینتر، ببینید یک پارچه میشه و شما این نتیجه رو میتونید ازش بگیرید. پس این هم برای ویرایش اسپیلاین که از این طریق میتونید شما استفاده کنید. این ویدیو رو هم اینجا من به پایان برم. در ویدیو بعدی میریم سراغ انواع خطوط
که میتونه نوع X-Line و Ray باشه.